ترامپ تا چند ماهی دیگر از شرکت در انتخابات 2020 انصراف می‌دهد. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان کانال جنرال پلاس. امیدواریم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. دستیار ارشد پیشین دونالد ترامپ میگوید که او در انتخابات سال 2020 شرکت نخواهد کرد و در پی انتخاب مجدد نخواهد بود. آنتونی اسکاراموچی که مدت کوتاهی مسئول روابط عمومی کاخ سفید بود گفت که ترامپ احتمالاً در ماه مارس سال آینده برای پرهیز از تحقیر شکست در انتخابات انصراف خود را اعلام خواهد کرد. اسکاراموچی در مصاحبه با نشریه یونیتی فر گفت ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی شرکت نخواهد کرد، چون همه چیز خیلی روشن خواهد شد. بله، احتمالاً تا مارس 2020 انصرافش را اعلام می‌کند. تا آن موقع خیلی روشن می‌شود که پیروزیش غیر ممکن است. اعتماد به نفس ترامپ به اندازه یک کبوتر کوچک است. یک کبوتر خیلی کوچک. برای امین این آدم به نتیجه این نظرسنجی ها نگاه خواهد کرد و خواهد گفت که تأمل این تحقیر را ندارد. اسکاراموچی همچنین خواهان آن شد که در انتخابات داخلی حزب جمهوری خواه کسی بر رقابت با ترامپ برخیزد. او برای روشن کردن منظورش تشبیهی از سریال بازی تاج و تخت به کار برد. ببینید، مثل بازی تاج و تخت است. ما یک آریا استارک می خواهیم. درست، ما باید این بابا را از صحنه خارج کنیم، چون مثل شوالیه شب است. لحظه ای که شوالی شب ناپدید بشود، اما زومبیا از پا در می آیند. درست؟ ما جادوگر خبیث غرب را داشتیم، ولی او آلا جادوگر خبیث زله غربی کاخ سفید است. باید رویش آب بریزیم تا زرب بشود. در هفته های اخیر اسکاراموچی مبارزه خود با رئیس سابقش را تشدید کرده و گفته است که آقای ترامپ عاقبت علیه کل کشور وارد عمل خواهد شد. اسکاراموچی او را به فاجعه هسته‌ای چرنوبیل تشبیه کرده است. اسکاراموچی همچنین مدعی شد که تویتر حسابش را موقتا محدود کرده بود، چون پس از آن که آقای ترامپ یکی از تظاهر کنندگان را به خاطر اضافه وزن مسخره کرد، اسکاراموچی در تویتی او را چاق‌ترین رئیس جمهور خواند. آقای ترامپ پیشتر به اسکاراموچی حمله کرده بود و گفته بود که او از عهده وظیفه‌اش در کاخ سفید که چند روز بیشتر طول نکشید بر نمی آید و هر کاری توانست کرد که برگردد. سپاس از اینکه با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.